بس هفته گذشته درباره سافت پاور بود که اشارات جالبی کرد آقای پرهام، رسیدیم به اسطوره و اینها. یادون باشه که بحث رو حتما ادامه بدیم. اما سوالم از دوستان عزیز و ارشمند اینی که نظم جهانی در حال برهم ریختنه دیگه، مناسبات آمریکا با اتحادیه اروپا به سیاق سابق نیست، روابط و مناسبات انگلیس با اتحادیه اروپا هم دیگه به سیاق سابق نیست، اصلا همه چیز در هم ریخته. آقای مککین، سناتور مککین هم پوتین رو یکی از عوامل برهم ریختن نظم جهان معرفی میکنه. بریم شما آقای دکتر نوریالا بفرمایید. عرض کنم که خب بله، همونطور که میفرمایید نظم جهانی دستخوش تغییرات عمده ایه. به نظر بنده امر اجتناب ناپذیری هم هست. ما تقریبا شاید بشود گفتش که از آغاز قرن 21 باید منتظر یک چنین تغییراتی می بودیم. همه روندهایی که در نیمه دوم قرن 20 پیش آمده بود رو به اشباع گذاشته بود و باید درش تجدید نظر می شد. و خب این مسائل مربوط به سوریه و آمدن مهاجران به اروپا و غیره هم تسریع کرد این ماجرا رو و مسلماً ما در آستانه تغییرات عمده‌ای از لحاظ بین‌المللی، از لحاظ روابط امریکا با اروپا و نقش روسیه درش خواهیم بود. امر اجتناب ناپذیریه به نظر بنده. تشکر می‌کنم. به ترتیب حروف اسماعیل، پ، پرهام، بعد حسن. پ. آقای پرهام عزیز بفرمایید. به ترتیب حروف ببخشید آقای رامی، ببخشید آقای حسن اعتمادی، ببخشید آقای اعتمادی بفرمایید. منم فکر میکنم جناب میبادی با به اصطلاح اتفاقاتی که در 3-4 دهه اخیر در سطح جهان پیش آمد و گسترش به اصطلاح بازار اقتصاد چین در دنیا و شکلگیری قدرت‌های جدیدی در سطح منطقه‌ای و در کل جهان به طور کلی، وضعیت گذشته دنیا رو از لحاظ اقتصادی تا حد زیادی به حال مختل کرد یا برهم زد یا تغییر داد، حالا اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر بگیم. بنابراین در یک چنین وضعیتی طبیعتاً رقابت‌هایی که در سطح جهانی بین قدرت‌های بزرگ وجود داره میبایستی شرایط تازه‌ای رو هم به وجود بیاره که این شرایط تازه بتونه منافع تمام قدرت‌های جهانی رو و همچنین مردم دنیا رو به نوعی تأمین بکنه. به نظر میرسه که این وضعیت کنونی این تعادل رو به هم زده و بخش زیادی از این رویدادهای خشونتبار و جنگ‌هایی که در مناطقی مانند خاورمیانه بروز پیدا کرد و به این شکل در حال ادامه پیدا کردنه به نوعی تأثیر همین تغییرات و مناسباته. در گذشته میگفتن که جنگ به نوعی شاید ادامه سیاسته که هست، به نظر من هنوز و همچنان، و در دوران بحرانهای شدید اقتصادی ورود به جنگ و جنگهای بزرگ اجتناب ناپذیر بود. اما به نظر میرسه که امروز دنیا داره تلاش میکنه که این بحران رو به شکل دیگری پاسخ بده و به یک معنا عده‌ای معتقدند که این جنگ نه در سطح جهان بلکه در سطح مناطق معینی در دنیا پیش آمد و تحمیل شد که خاورمیانه یکی از مراکز اصلی این سیاسته و همونطور که همه ما می‌دانیم جنگی است نیابتی از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. و سوال فقط اینجاست که آیا با یک چنین جنگ نیابتی آیا وضعیت اقتصاد جهانی بهبود پیدا خواهد کرد، شرایط تازه‌ای شکل خواهد گرفت و ما از این بحران بیرون خواهیم آمد، و یا نه سیاست‌هایی که از سوی دولت‌های منطقه‌ای و جهانی به نوعی اعمال میشه باعث به اصطلاح به نوعی صدمه دیدن بیشتر کشورهای ضعیف‌تر در یک چنین وضعیتی. به هر حال همه ما باید کوشش بکنیم و امیدوار باشیم که این سیاست، یعنی سیاست اعمال خشونت و جنگ و خونریزی، بتونه خاتمه پیدا بکنه، پایان بگیره
و در این حال راه‌هایی پیدا بشه برای برون رفت از این بحرانی که امروز به نوعی در دنیا به وجود آمده است. دکتر رامین فرهام عزیز، نوبت شما است. ببینید، من با صحبت‌های دوستان موافقم، با استدلال‌هایی که شد، تغییراتی که در نظم کنونی داره به وجود میاد، چه به خاطر اینکه نظم بعد از جنگ جهانی دوم به یه نوع به اصطلاح کهولتی رسیده یا و تغییراتی باید درش ایجاد بشه، فرسوده شده. صحبت اسماعیل نوری‌علای گرامی و صحبت حسن اعتمادی عزیز در که رابطه بین دگرگونی های این نظم و اون چه که در خاورمیانه به عنوان به اصطلاح کانون سخت و خونین این دگرگونی ها که جنبه بسیار خشن و مخربی دگرگونی های نظم جهانی در این کانون خاورمیانه گرفته که به نوعی کانون جغرافیایی و تمدنی تاریخ لاقل تمدن های حوزه مدیترانه باشه. اگر دنیای چین و آسیای شرق و دنیای چین رو کنار بگذاریم، من با اینا موافقم. فقط می‌خواستم اینو نکته رو اشاره کنم که برخلاف اون چه که میشه استنتاج کرد از این تغییر و تحولات، اون روند سنگین کلی که در هست، اون روند برعکس یک دست شدن و جهانی شدن یک نظمه. یعنی گرچه مثلا آقای مکین به پوتین انتقادهای سفت و سختی میکنن یا آقای ترامپ به چین انتقادهای خیلی سفت و سختی کردن در دوران کارزار انتخاباتی و انتقاد خانم مرکل از آقای ترامپ، اینها به رغم علارغم همه این حرفا میبینید که روند کلان تاریخی روند یک دست شدن، روند جهانی شدن یک نظم مشخصه. ببینید، ما دیگه در جهانی زندگی نمی کنیم که همین مثلا کافی 100 سال برید به عقب که چیز زیادی نیست از لحاظ تاریخی، جهانی زندگی نمی کنیم که هر گوشه ای از دنیا از آفریقا گرفته تا آمریکا تا آسیا هر گوشه ای هر تیکه ای پول رایج خودشو داره. گرچه پول رایج هست هنوز این ور اون ور، ولی ارزهای پولهای رایج، پولهایی که اقتصاد دنیا برش مبتنی هستند، دلار، یورو و چند ارز چین و پول رایج در چین و جاهای دیگه است. یعنی چند اقتصاد دنیا بر چند ارز جهانی، پول جهانی رایج هست مبتنی است. یا سیستم سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری جهانی شده، این یه نظم سرمایه‌داری جهانی است. همه قبول کردن، چه دنیای تمدنی چینی که فضای ذهنیش متأثر از کنفوسیوس و لاوتسه باشه و فضای تاریخیش برمیگرده به پادشاهی و امپراتوری هانها در چین، چه روسیه ارتودکس، چه کشورهای اسلامی، چه اروپایی، چه آمریکای لاتین که زمانی چیز بود، بسیار متفاوت بود، همه نظم جهانی سرمایه‌داری رو قبول کردن. همه نظم، اکثر این کشورها مجموع قوانین سازمان تجارت بین‌المللی رو قبول کردن. همه این کشورهایی که عضو سازمان تجارت بین‌المللی هستند یک سری قواعد اکانتینگ، حسابرسی رو قبول کردن، همه بر اون اساس دارن کار میکنن. یا یک چارچوب های، منظورم این است که یک چارچوب های مالی، یک چارچوب های انستیتیوشنل، نهادی، حقوقی، قضایی و چیزهای دیگه، اینا همه جهانی شده. یعنی همه جهانی شده. اون چیزی که شاهدش هستیم این است که در چارچوب این نظام جهانی شده
و برای پیریزی الگوهای همکاری نوین، کوآپریشن، الگوهای همکاری نوین تغییراتی داره صورت میگیره و تقسیم‌های جدیدی در کار داره صورت میگیره. بله، بنا به اقتضای زمان و شرایط تغییراتی داره در تقسیم کار و الگوهای همکاری صورت میگیره، ولی دنیا بیش از هر زمان دیگری یک دست شده، بیش از پیش یک دست خواهد شد و بیش از پیش مبتنی بر همکاری و کوآپریشن خواهد بود، که اتفاقا متن در پایان کلام متن سخنرانی مارک زوکربرگ بنیانگذار فیسبوک در دانشگاه هاروارد که برای پایان سال تحصیلی هر سال یه نفر آدم معروف رو و تاثیرگذار رو دعوت میکنن، امسال مارک زوکربرگ بود. لب کلام صحبت مارک زوکربرگ هم همین بود. البته مارک زوکربرگ این حرف درست رو برداشته بود، یه مدار با سس فیسبوک ارائه کرده بود که حالا اون سسش یه نفر قبول داره یه نفر قبول نداره، ولی دنیا به طرف یک دست شدن میره، دنیا به طرف بیش از هر زمان دیگری به طرف کوآپریشن میره، همکاری، همکاری‌های منطقه‌ای، همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب‌هایی که گفتم همه قبول کردن، چه حوزه تمدنی کنفوسیوس و چینی باشه، چه حوزه تمدنی ارتودکس و روس، چه اروپای غربی، چه آمریکا و چه بخش‌های عظیمی از آفریقا و خاورمیانه، همه این چارچوب‌ها رو قبول کردن و می‌دونید بعد دیگه تقسیم کاره. خب حالا سوال اینه که اگر قرار بر این باشه که با نظام هماهنگ در جهان داشته باشیم، جای ایران کجاست وقتی حتی توی منطقه خودش هم کنار گذاشته شده، در دایره کشورهای اسلامی که به عنوان کشور مسلمان شناخته نمیشه؟ دست کم این آخرین کنفرانس در ریاض این موضوع رو اثبات کرد، همه بودن جز ایران، همه بودن جز ایران. تازه در تبلیغاتی هم که در مورد ایران شد در همین کنفرانس، در حاشیه‌اش، در مصاحبه‌ها، گفتگوها، از جمله مصاحبه آقای وزیر خارجه، سخنرانی او، ملک سلمان، خود ولیعهد عربستان سعودی، آقای ترامپ و هم و بقیه، آقای تیلرسون وزیر خارجه، ایران ظاهرا خود منطقه هم جایگاهی نداره. یعنی دیگه از دایره کشورهایی که جهان رغبتی داشته باشه به اینکه مناسبات با این کشور رو ادامه بده، از این دایره خارج شده. در منطقه هم میگه جایی براش نمیشه پیدا. چی میشه آقای نوریالا؟ ببینید، من فکر میکنم که یک نکته رو باید بهش توجه کنیم در پی مطالبی که آقای دکتر پرهام گفتن، و اون اینه که درسته که ما در مسیر جهانی شدن قرار گرفته ایم، اما در این روندی که در پیش داریم تا برسیم به یک دستی و یک سانی، اول تمام تضادها رو میشه. یعنی که شما فکر کنید که این حوزه های تمدنی که دکتر پرهام میگه مثل لوله هایی باشن که از همدیگه جدا هستن و رنگ های مختلفی رو توش ریخته باشن، ولی اینها همه بیان به یه جا و اونجا بیستن و یه شیری اونجا باشه. حالا شما به محض اینکه این شیر رو باز کنید و این مایعاتی که در این لوله ها هست بیاد که با همدیگه قاطی بشه، اول برخورد این رنگ ها هست و تضاد ها هست تا اینکه بالاخره رنگ غالب بتواند مثلا تسلط پیدا کنه و غیره. به نظر من ما الان داریم دوران بروز تضاد ها رو در همه زمینه های فرهنگی، تمدنی و غیره داریم طی میکنیم، و حکومت اسلامی هم به نظر من یکی از نمودهای یک همچین چیزیه. یعنی اینکه وقتی که شروع شد در واقع آمده بود در مقابل فرهنگ سکولار دموکرات غربی، حالا که مثلا دیوار برلین فرو می‌ریخت و جماهیر شوروی داشت از بین می‌رفت و اون مکتب که در مقابل امپریالیسم غرب مثلا ایستاده بود داشت منسوخ می‌شد، اینه که آمده بود میراث اون رو جمع بکنه، و به نظر می رسید که خب یک حریف قدری پا به میدان گذاشته. اما الان که داریم نگاه میکنیم، میبینیم روز به روز این تضادهای موجود داره، عرض کنم که از یک سو کم میشه و از سوی دیگه
بسیاری میپیوندن به نیروی غالب. یعنی همین مسئله ریاض رو که میفرمایید خودش نشانه این هستش که چگونه یهو شما میبینید که مصر و اسرائیل و عربستان توی یک اردوگاه قرار میگیرن، بعد ایران و مثلا روسیه در یک اردوگاه دیگه. اینا همه نشانه متحقق شدن یا رو شدن عرض کنم که تضادهای شدیداً موجود گذشته بوده است که به نظر من عاقبت هم وقتی بخوایم به اون مرحله یک دست شدن برسیم چیزی جز فروپاشی و نابودی حکومت‌های مثل حکومت اسلامی رو در بر نخواهد گرفت. آقای حسن اعتمادی عزیز، ببینید آقای میبودی، مشکل حکومت اسلامی ایران اینه که نمیخواد با این یکی شدن جهان خودش رو تطبیق بده. این مشکل رو از روز اول هم داشت. حکومت اسلامی هم میخواد رابطه و مناسبات خودش رو با جهان به یک معنا حفظ بکنه، به خاطر حفظ بقای خودش، نیازهای مادی که داره به صنعت، به تکنولوژی، به غذا، به مواد دارویی، مواد پزشکی، اینها رو از غربی‌ها بگیره، اما یک فرهنگ 1400 ساله رو به مردم ایران تحمیل بکنه. مردم ایران هم زیر بار این فرهنگ 1400 سال گذشته نمیرن. شما نگاه کنید به وضعیت ظاهری زندگی مردم کشور ما، نگاه کنید به رفتارهایی که زنان ایران دارن. 38 سال این حکومت میخواد سر اینها چارقت و چادر رو تحمیل بکنه، اونها به عناوین مختلف این کار رو نمی کنن. نوع پوشششون رو ظاهرن طوری درست میکنن که به نظر میرسه که حجابی دارن، اما عملا شما میبینید که زنان جوان ایرانی در شهرهای بزرگ شبیه مانکن‌های ایتالیایی و فرانسوی هستند. یعنی حتی اون لباس رو طوری تزیین میکنن، طوری بهش فرم میدن که احیانا با همون لباس هم یک دختر یا یک زن جوان فرانسوی، ایتالیایی و امریکایی میتونه در خیابان‌های پاریس و لندن همون رو بپوشه. البته که حکومت اسلامی ایران با این مسائل کنار نمیاد. از لحاظ رفتاری نگاه بکنید، یک حکومت مذهبی بر سر کاره، مردم رو از لحاظ اخلاقی منع میکنه برای نوشیدن هر چیزی، برای خوردن هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید کشور ایران طبق آمار از لحاظ مصرف الکل بالاترین رقم رو داره در کشورهای خاورمیانه. زنان ایران از لحاظ استفاده از وسایل آرایش بالاترین رقم رو دارن. حتی برای نوع تفریحی که در ایران منع میشن، به طور مثال مردم نرن در دریا، به خصوص بانوان ایرانی به دریا پا نگذارن، اونهایی که میتوانن خودشون رو به کشورهای نزدیک و دور میرسونن و تنی به آب میزنن و بر اساس همون فرم و شکلی که در سایر کشورهای دنیا وجود داره. بنابراین تناقض حکومت اسلامی یک در رابطه با مسائل فرهنگی غیر قابل حله. یعنی این حکومت نمیتونه این فرهنگ رو، یعنی اون فرهنگ 1400 ساله رو به مردم ایران تحمیل بکنه، یا باید تسلیم خاص به مردم ایران بشه، و یا اینکه سرانجام ادامه همین سیاست، همین رفتار در عرصه مسائل سیاسی بین المللی هم این رژیم رو از پا در خواهد آورد. بنابراین این رژیم به یک معنا رژیم ضد تثبیته. یعنی هیچگاه این حکومت در 38 سال گذشته نتونست خودش رو تثبیت بکنه، نتونست ثبات و امنیت رو به معنای واقعی به کشور ما به اصطلاح وارد بکنه، در صورتی که مردم ایران مانند مردمان سایر نقاط کشورهای جهان میخوان زندگی کنن، میخوان کار کنن، میخوان تفریح کنن، میخوان به سینما برن، میخوان به دیسکوتک برن، میخوان به کافه برن، میخوان به کنار دریا برن همراه با خانوادهشون شنا کنن و همه چیزهایی که جزی از زندگی هر انسانی است در روی کره خاکی در هر کجا که هست. بنابراین جایگاه ایران تا زمانی که این حکومت این واقعیت رو نپذیره دوچار بحران، دوچار تناقض، دوچار تضاد هم با مردم خودش هم با کشورهای غربی. به ویژه اینکه کشورهای غربی هم امروز زمان ایران رو میپذیرن که ایران وارد این تمدن بین المللی شده باشه، وارد این مناسبات و روابط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بین المللی به طور کامل بشه. به معنای دیگر این سیستم جهانی که رامین فرهام عزیزم بهش اشاره کرده، یک بسته است، شامل نوع اقتصاد، نوع فرهنگ، نوع رفتار، نوع اخلاق. شما امروز به چین هم که برید
چین بسته، روسیه بسته شده سالیان سال، میبینید جوانان چینی مانند همون جوانان نیویورکی موزیک دلخواه خودشون رو به همون سبک انتخاب میکنن، به همون سبک لباس میپوشن، به همون سبک رفتار میکنن و همه این چیزهایی که امروز ما در دنیای غرب شاهدش هستیم. در نتیجه مشکل حکومت اسلامی مشکلی است غیر قابل حل. یا باید مناسبات و روابط بین المللی رو تمام قد و به طور کامل بپذیره و یا اینکه منحل بشه و به کنار بره. تشکر میکنم. واقعا الان نگاه میکنید الان تقریبا سیاست خارجی همه کشورها در مورد ایران، ایران رو یک جسم زائد در اندامواره دنیای امروز میبینن، یک جسم درست مثل یه براده آهنی که بندازید توی لیوان آب هر چی هم بزنید آقا حل نمیشه. جمهوری اسلامی در وضعیت موجود، در حالت موجودی که دنیا داره غیر قابل حله و این وضعیتی هم که جهان پیدا کرده به نظرم حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه حتی روی قدرتی مثل کرملین هم دیگه حساب بکنه، دیگه روی قدرتی مثل کرملین هم حساب نمیتونه بکنه. الان کشورها هر کدام سعی میکنن به شکلی گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، دارن برمیگردن به خانه اول، مطمئن شدن که مناسبات بین المللی در هم ریخته. تا لحظات دیگر بعد گذشت از بازار آگهی ها هم یعنی نظر آقای دکتر رامین پرهام عزیز رو جویا خواهیم شد، ببینیم که آقای دکتر پرهام چی میگه. بعد نوبت شماست، میتونید با ما تماس بگیرید. یادون باشید در منظر پایانی برنامه گفتگوی هفته گذشته آقای دکتر پرهام که بزنم بسیار نکات مهمی درش مطرح شد، از جمله سافت پاور، بعد بررسی به مسئله اسطوره، اینا رو پی بگیریم. تشکر میکنم، برمیگردیم. برای من رو پی میگیریم امیران عزیز و ارجمندم در دوره آقای اوباما و وزارت خارجه خانم هیلری کلینتون روزی نبود که فرماندهان سپاه از پشت میکروفون ها علیه ایالات متحده آمریکا شعار ندن، تهدید نکنن و اردبنده کشی ها همه جا جریان داشت، چه از سوی سیاست مدارها، چه از سوی نظامی ها و شبه نظامی ها. اما از زمانی که ترامپ آمد یک سکوت سنگینی مملکت رو گرفته. این آقای توماس اردبرینک نمانده نیویورک تایمز ایران رو خوب میشناسه، تو ایران زندگی میکنه، بچه های ایران عکساشو نگاه کنید، در گوشه با موتورسیکلت این ور میره، حضورتی که از کنم در بین جوان هاست، همه جا هست، تو دانشگاه هست، تو بازار، تو خیابون، اینجا و اونجا، و خوب شناخت خوبی هم داره از سیاست گذاری های جمهوری اسلامی. رو میبینید الان در جاهای مختلف در مملکت ما عکس در بین جوان ها نشسته، عکسی از پشت موتورسیکلت تو خیابون های جنوب تهران، یا تو قهوه خونه ها، تو مسجد، تو پارک و و. ایشون گزارش داره میگه آقا از زمانی که آقای ترامپ آمده جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرد، با اینکه این همه حمله داره به صورت میگه. خواستم این خبر رو بدم، با تماس هم بیشتر آشنا بشید. اما گوش میکنیم به پاسخ دکتر رامین پرهام عزیز در پاریس. دکتر پرهام ما سراپا گوشیم. ممنون از شما. اول یه نکته کوتاه بگم راجع به این آقای توماس اردبرینگ که گفتید ایران رو خوب میشناسه و خبرنگار، و حتما من اینجا خصوصا با شما آقای میبودی که سالیان سال در این محیط خبرنگاران و خبرنگاری بودید، نمیخوام رابطمون به هم بخوره، ولی توماس اردبرینگ یادتون در همون ایست که مقاله نوشت چند ماه پیش از راجع به حسن خمینی و از حسن خمینی به عنوان نوه بنیانگذار ایران نوین نام برد، یعنی روح الله خمینی رو، پدر بزرگش رو، بنیانگذار ایران نوین نام برد توماس اردبرینگ، که البته اعتراض هم در فضای مجازی گویا بهش شد و چیزه، یعنی من در این 30 سال مزخرف راجع به ایران از قلم خبرنگاران چه خارجی چه ایرانی زیاد خونده بودم، ولی مزخرف به این گندگی نخونده بودم.
و این رو هم فراموش نکنید که توماس اربرینگ تنها خبرنگار خارجی است که الان 12 سال اونجا خبرنگار کورسپوندنت نیویورک تایمز، در حالی که هیچ خبرنگار خارجی دیگری اینقدر اونجا دوام نیاورده. برگردیم به صحبت اصلیتون، گفتید که اسماعیل نوریالی عزیز از تضادها گفتن که درسته در روند یک دست شدن تضادهایی وجود داره بین این حوزه‌های تمدنی. بله اسماعیل عزیز، من با حرفتون موافقم، تضاد همیشه وجود داره. هر سیستمی، حالا چه میخواد جهانی باشه، چه منطقه‌ای، چه سیاسی، پلیتیک، چه ژئوپلیتیک باشه، هر سیستمی در خودش تضاد داره، تنش داره. بعضی از سیستم‌ها میتونن اون تنش رو به نیروی محرکه پویایی و دینامیزم خودشون تبدیل بکنن، بعضی نمیتونن. اونایی که میتونن ادامه میدن، جلو میرن، مثل امپراتورهای مختلفی در ایران و در جاهای دیگه دیدیم که به معنای واقعی کلمه امپراتوری بودن، یعنی مرزهاشون سیال بود و همواره در حال گسترش بود، بعضی وقتا عقب میومد ولی بیشتر اشتها به جلو بود و مردمان با زبانها و فرهنگهای کاملا متفاوت زیادی در بر میگرفت. چون میتونستن تنشها رو تبدیل به پویایی بکنن، قرنها و قرنها موندن. در اروپا همینطور بود، قرنها و قرنها موندن. سیستمی که امروز داریم صحبتشو میکنیم که مشخصاتش رو گفتیم از لحاظ اقتصادی، سرمایه‌داری، چارچوب‌های حقوقی و اینها، این تا حالا نشون داده که این تضادها رو بین دو حوزه چینی و کنفوسیوسی و ارتودکس و اسلاو و چیز و همه میتونه حل بکنه تو خودش. یعنی از اون سیستم هایی که نمیتونن تضادهایی رو در هر سیستمی از حل بکنن از بمیرن، حالا میخواد چه ملی باشه، چه فراملی باشه، چه چیز. در رابطه با نکته که حسن اعتمادی عزیز گفت، عدم تطبیق پذیری جمهوری اسلامی با دنیا، من فکر میکنم چند هفته پیش با هم صحبت کردیم یا یه جایی نوشتم، یادم نمیاد. این یکی از اتفاقا درسته کاملا حرف حسن اعتمادی عزیز، و من فکر به همین یکی از دلایلی که من فکر میکنم جمهوری اسلامی در ایران یک نظام فرقه است همینه. یعنی فرقه رو خیلی روش مطالعه کردن فرانسوی ها، خیلی خصوصا آمریکایی ها هم همینطور. یه مبحث قدیمی است، از قدیم وجود داشته، در این دهه های گذشته مطالعات بیشتری روش شده. حتی در فرانسه یه مرکز دولتی هست که گزارش به نخست وزیر و گزارش به مجلس میده و کارش اصلا نظارت بر حرکت هایی است که میتونه ماهیت فرقه ای پیدا بکنه، یعنی ماهیت سکتر پیدا بکنه، فرقه ای پیدا بکنه. و این مراکز که نوشته هاشون هم قابل دسترسی است، تعریفشون از فرقه چیز خیلی جالبی است و مشخصه. یکی از تعریفی که از فرقه میدن همینه، یعنی فرقه نه تنها اصلا تطبیق ناپذیره با دنیای بیرونی خودش، که اصلا به دنبال تطبیق دادن خودش با دنیای بیرونی هم نیست. و وقتی که تحت فشار قرار میگیره، مثلا فرقه چیز در ویکو بود در سالهای 90 در آمریکا، یا در فرانسه بود، در کانادا بود، وقتی تحت فشار این دنیای بیرونی قرار میگیرن، از تو متلاشی میشن. اغلب هم وقتی از تو متلاشی میشن، تعداد زیادشون خودکشی دست جمعی میکنن. یعنی این جزء ویژگی های فرقه بوده از هزاران سال پیش تا به امروز، و هنوز هم که هنوزه میبینیم همون رفتار رو دارن. و یعنی نه تنها خودشون تطبیق نمیدن، که اصلا دنبال تطبیق دادن هم نیستن. چون یادتون نره فرقه، هر فرقه میخواد باشه، معبد الشمس باشه یا فرقه ویکو باشه یا فرقه شیعه باشه در ایران، اینا خودشون رو ظرف یک حقانیتی میدونن که اون حقانیت تک واحد حقانیت دیگری جزئی وجود نداره، و این حقانیت اومده تو ظرف اون فرقه. در نتیجه چون این باوری به دنبال تطبیق دادن خودش با دیگران نیست، میدونید کدوم حق خودش رو با کفر تطبیق نمیده، حق خودش رو با باطل تطبیق نمیده. ولی وقتی میبینه باطل، داخل پرانتز میگم، داخل گیومه میگم، زورش زیاده، سنبش پرزوره، اون وقتی که رفتار فرقه جالب میشه، دیده میشه. و از لحاظ جنبه دیگری هم نگاه بکنیم،
خودمون رو بذاریم جای مثلا حسن روحانی یا جمنا یا هر چیزی، هر جمهوری اسلامی، خودمون رو بذاریم جای نظام، حاکمیت، صدام اسم دارم براش دیگه، خودمون رو بذاریم جای تو جعبه ابزار حسن روحانی مثلا بگیم، چی هست که با اون بتونه حتی یکی از مشکلات ایران رو حل بکنه؟ مثلا مشکل سیستم بانکی ایران رو که رئیس بانک مرکزی خودش میگه سیستم بانکی 100% ورشکسته است. چی توی این جعبه ابزار آقای روحانی هست که باهاش بتونه حتی یکی از مشکلات کشور رو حل بکنه؟ حتی یه دونه. مشکل آب، مشکل سیستم بانکی، مشکل عدم سرمایه‌گذاری خارجی، مشکل قاچاق که 25% کل تجارت مملکته. مشکل هیچ کدوم از این مشکلات نمیتونه حل بکنه و زیر بار این مشکلات له خواهد شد به نظر من. این صحبتی بود که تا اینجا داشت. تشکر، ممنونم. نه، من در مورد این آقای تماس ادبرینگم که عرض کردم خدمت رو میشناسه، منظورم این نبود که هرچی میگه حقه یا درست میگه. نه نه، ما ما در ایران 12 سال زندگی کرده. در صحبت میبودی نازنین بازگرده باشه. نه، حضورتو که از کنم، نه در این یه مورد آخره که درست میگه دیگه، واقعا اینا سکوت اختیار کردن به نسبت، فکر کنید در دوره که این همه روابط شما اوباما حسنه بود، هر روز علی آمریکا عربده کشی ها جریان داشت و امروز سکوت کردن. خب آقای دکتر نوریالا، میرسیم به بحث اسطوره اگهتون باشه، از سافت پاور، بحث اسطوره مطرح شد توسط آقای دکتر پرهام عزیز. به نظر میرسه که هنوز هم اسطوره ها در تنظیم شیوه زندگی کشورهای دست کم مثل ما ایران میتونن اثرگذار باشن. شما همین نظر رو داری؟ ببینید آقای مهدی مدیر، چون آقای دکتر پرهام در جلسه قبلی در واقع سخن خودشون رو با اشاره به اسطوره به پایان رسوندن، من ترجیح میدم که ایشون راجع به نظر خودشون، اصلا من نمیدونم دقیقا که ایشون میخوان چگونه نزدیک بشن به این مسئله و این رو مطرح بکنن، و اگر اجازه بدید بشینیم پای صحبت ایشون و پس از اون اگر مطلبی به نظر شما بگید خدمت دوتا اعتماد. شما هم همین آقای اعتمادی همین نظر رو دارید؟ میکروفون شما قطعه. صداتون قطعه. بله، منم با توضیح آقای نوریالا موافقم، به خصوص میدونم که رامین پرهام عزیز در این رابطه حتما صحبتهایی برای گفتن دارم. خب آقای برام زحمتش بر شانه خودتونه. چشم، سعی کنم. اول ممنونم از اسماعیل نوریالا و حسن اعتمادی، واقعا ممنونم که فرصتی به من دادن، و سعی میکنم کوتاه بگم که وقت انحصاری نباشه اینجا در پایان برنامه. ببینید، منظور از اسطوره این بود که یه مبحث واقعا رایجه در بین چیز اهل اندیشه و فن، و مبحث جدیدی هم نیست و از قدیم، از خیلی قدیم، انسان تنها موجودی است که دقیقاً برای همکاری، دقیقاً برای همون چیزی که مارک زوکربرگ در هاروارد بهش اشاره کرد، کوآپریشن، که یه چیز واقعاً انسانی است. و اون مثالی هم که از میمون زدم به خاطر این بود که در گونه‌های میمونی، پریمات ها در گونه های میمونی مختلف هم شما یه سطح بسیار ابتدایی از زبان به معنای لنگویج دارید، یعنی میمون های سبز مثلا در مناطق استوایی زبان به معنای زبان دارن، یعنی علائم صوتی معنیدار برای تبادل اطلاعات، منتها در سطح خیلی ابتدایی، در سطح شاهنامه و شکسپیر نیست، و حتی چیز دارن، همکاری، کوآپریشن دارن. چیز در انسان، خب به خاطر پیچیدگی زبان انسان و اون چیزی که اهل فن بهش میگن کاگنیتیو ریولوشن، یعنی این انقلابی که در شناخت به وجود میاد 70,000 سال پیش، و زبان ما به این صورت بسیار پیشرفته و تکامل یافته گونه ما رو از بقیه جدا میکنه، هوموسیپینز رو از بقیه جدا میکنه، زبان وسیله اصلی ما برای این کار بوده و
اسطوره، میتولوژی ابزار اصلی ما بوده که متأثر از اون زبانه، با اون زبان ساخته و بیان میشه، برای ایجاد همکاری در گروه های انسانی بوده. این از همیشه بوده، اسطوره در قدیم بوده، اسطوره در اسطوره مدرن هم داریم. یعنی همونقدر که مثلا هخامنشی و کوروش به صورت مشخص بنیانگذار یک میتولوژی امپراتوری ایرانی بود و اصلا نحوه اداره امپراتوری یکی از ابداعات ایرانی است، ایرانی بود که امپراتوری به اون معنایی که بعداً در تاریخ به وجود میاد رو چیز میکنه، به وجود میاره، و این مبتنی بر یه میتولوژی بود که در دنیا کهن به وجود اومد. در دنیای مدرن هم، در عصر مدرنیته هم، از 3 قرن پیش به این طرف شما میتولوژی مدرن دارید. مثلا مفهوم شهروند جزء اسطوره های مدرن اسطوره است، در یعنی به این معنی که در تاریخ طبیعی، در دنیای طبیعت، در بیولوژی و در چیز، شما چیزی به اسم شهروند ندارید، شما چیزی به اسم حقوق طبیعی ندارید، شما چیزی به اسم حقوق طبیعی سلب ناشدنی ندارید. اینها مفاهیمی است میتولوژیک که میتولوژی مدرنیته به وجود آورده، یا سکولاریسم یا دموکراسی یا فلان. در نتیجه می‌خواستم بگم که انگشت بذارم روی نقش همیشگی میتولوژی و اسطوره در به وجود آوردن همکاری در گروه‌های انسانی. و در ایران امروز، و این پرسش رو مطرح کردم که در ایران امروز با توجه به مشکلاتی که بقای کشور رو داره به خطر میندازه، مسئله مثلا یه ذره بالا بردن یا پایین بردن اقتصاد نیست، مثلا انتخابات در آلمان یا انتخابات در فرانسه، مسئله بر سر یه ذره کم و زیاد کردن فلان موضوع جامعه یا فلان چیز نیست، مسئله بقای ایرانه. در چنین چارچوبی اون کدام اسطوره است، چه کهن چه جدید، که میتونه همکاری ملی به وجود بیاره در کشور؟ بعضی ها معتقدن که اسطوره انتخابات آزاد اسطوره است، اون میتولوژی است، و از میتولوژی مدرنیته هم گرفتن انتخابات آزاد. چون میگم در تاریخ طبیعی شما چیزی به اسم انتخابات آزاد ندارید، اینا چیزه انسانی است و میتولوژیکه. انتخابات آزاد میتونه اسطوره باشه که تفاهم ملی و همکاری ملی برش وجود داره. شما معتقدید که سکولار دموکراسی آن اسطوره است که میشه همکاری ملی 80 میلیون ایرانی رو از کرانه های مهران تا آستارا و از سرخس تا آبادان و اهواز و اروندرود همکاری ملی به وجود آورد، بر اساس این اسطوره ای که از میتولوژی مدرنیته گرفتید که سکولار دموکراسی بشه. من میگم همه اینها صحبت های درستی است، همه اینها صحبت های بجایی است، ولی به قول متخصصین چیز، اون چیزی که بهش میگن استراتژیک کامیونیکیشن، که تو آمریکا که شما هستید مراکز خیلی قوی دارن روی این قضیه کار میکنن، شما به یه متا دیسکورس احتیاج دارید، یه ابر گفتمان اسمشو بذاریم احتیاج دارید. همه اینها با میتولوژی با اینا همه یکیه، منتها اونا بهش میگن ابر گفتمان. ابر گفتمان گفتمان است که بقیه گفتمان ها کاملا میتونن جای خودشون اون تو پیدا بکنن. اون میتولوژی و اون ابر گفتمانی که بتونه همکاری 80 میلیون ایرانی رو برای نجات ایران، چون بقای ایران الان اولویت ماست، بقای ایرانه که خطر مواجه شده، همکاری 80 میلیون ایرانی رو برای نجات ایران و بعد برای مدیریت بحران های پیچیده در مرحله گذار و بعد برای هموار کردن راه برای وجود آوردن یک نظام سیاسی نوین فراهم بکنه، اون میتولوژی چیست؟ پاسخش هم دارم، منتها پرسش رو با شما مطرح کردم. آقای دکتر اوریالا، ببینید من فکر میکنم مفهوم هایی که آقای دکتر پرهام به کار میبرند خیلی مفهوم‌های روشنفکرانه‌ای هستند که جانشین مفهوم‌های عادی روزمره هم شدند. من دلیلی، یعنی برای خودم در زبان خودم، مثلا راجع به این که انتخابات آزاد یک اسطوره است،
من در این گونه صحبت نمی کنم. من مفهوم ها رو توی یه لول دیگری می بینم. من همه یه حراسم از صحبتی که آقای دکتر پرهام می کنن در این است که ما نیفتیم توی اون چاله‌ای که یک چیز مفقودی رو عرض کنم که ذهنی رو مجردی رو بیاییم بذاریم جلوی صحنه و بگیم که تا این درست نشه بقیه کارها درست نخواهد شد. این یه مشکلیه که الان به نظر من در سطح اپوزیسیون وجود داره. من ابایی ندارم حتی نام ببرم، مثلا که دوستانی دارم دیگه جمع میشن و میگویند که تا موقعی که مثلا اسلام از ایران رخت بر نبنده این مملکت درست بشه نیست، تا مردم ایران دقیقا نفهمن که دموکراسی چیه این مملکت دموکرات نخواهد شد، تا اینکه نمیدونم دین ما برنگردیم به دین زرتشتی خودمون اساسا گرفتار همه این ممالک اسلامی هستیم. و بعد میگویند که چون اینها آپریوری هستن، یعنی ما قبل قضیه شرایط ما قبل هستن، ما اساسا نمیتونیم مثلا بریم در ایران و در مورد سکولار دموکراسی بحث بکنیم، برای اینکه اون مبانی هنوز ساخته نشده که بشه این گفتمان های خورده در مقابل اون ابر گفتمان مثلا قد علم بکنه. و حتی میآیند در مقابل توسعه فکر سکولار دموکراسی این مطالب رو عرضه میکنند که در واقع اصلا سکولار دموکراسی به درد مسئله ایران نخوره، مسئله ایران عمیق‌تر از این حرف هاست و باید اول به اونها پرداخته شد. من چون این اعتقاد رو ندارم خیلی دلم میخواد که آقای دکتر پرهام این مسئله رو بیشتر بشکافن که من تفاوت سخن ایشون رو با کسانی که ما رو به بیعملی به واکنش نشون ندادن به انتظار دعوت میکنن و میگویند که بیایید همه انرژی رو هم به خودتون بذارین روی حل این مسئله و بعد بقیه مسائل حل خواهد شد. من این قضیه رو قضیه مرغ و تخم مرغ میبینم در واقع که کدومش اولویت داره، کدوم باید بیشتر وقت گرفته بشه. ما در یه موقعیت بحرانی تاریخی تمدنی فرهنگی قرار گرفتیم که با سرعت و شتابی که الان تحولات بین‌المللی دارن به خودشون میگیرن واقعا به نظر من بین نابودی ایران و ابقای ایران ما فاصله خیلی زیادی نداریم، وقت کافی نداریم که بیایم بپردازیم به مسائلی که مانع عمل میشن و رادع میشن بر این که بشینیم و اندیشه بکنیم. من مثلا میخونم دارم در ایران آقای جواد طباطبایی همش راجع به تمدن نام ایران شهری صحبت میکنه و خیلی از این مسائل. من چون قبلا با دکتر پرهام در این مسائل بحث نکردم اما دیدم که آدم عملی تر از اینه که بخواد ما را حواله بده به این که برید اول بشید فکراتون رو بکنید اون ابر چیز رو درست بکنید و بعد وارد عمل بشید، این دیگه مشتاقانه و نگران پای صحبت ایشون می نشینم. بسیاری از بازداشتی عبور میکنیم و برمیگردیم ببین توضیح آقای دکتر پرهام چی، آقای حسن اعتمادی در این زمینه چی میگن، نظر آقای دکتر نوریالا رو دارن یا اینکه قضیه براشون یه امر شناخته شده است ولی مجهولی در ماجرا وجود نداره. برمیگردیم، بحث جالبی است. شما در این زمینه فکر کنید همینان هم مسئله ای که روی میز گذاشت آقای دکتر پرهام عزیز. همینان عجبان دارم برنامه رو پی میگیریم، میکروفون رو بزنیم و منتظر آقای اعتمادی شما هم همین نظر رو داری؟ اجازه بده من یه نکات کوچیکی رو به صحبت‌های انجام شده به اصطلاح عرض کنم. ببینید ما تو قسمت اول صحبت‌های کردیم، هم جناب نوریالای عزیز هم جناب دکتر پرهام نازنین، هر سه نفر ما معتقد بودیم که امروز ما یه دنیای به هم پیوسته داریم. این دنیای به هم پیوسته الگوهای خاص خودشو داره در زمینه اقتصاد، در زمینه فرهنگ، در زمینه آموزش، در تمام زمینه ها شما وقتی نگاه بکنید میبینید که تمام ملل جهان، تمام مردمان جهان
بر اساس این الگوها دارن جوامع خودشون رو اداره میکنن. حتی قدرت‌های بزرگی مانند روسیه و چین هم تو کشف کردم در برابر این سیستم جهانی نتونست تحمل بکنه، نتونست به اصطلاح مقاومت بکنه و به هم ریخت، فرو پاشید. حکومت اسلامی ایران و برخی از حکومت‌هایی که حالا بر اینجا اونجا هنوز مانند حکومت اسلامی وجود دارن میخواهند در برابر این سیستم جهانی به یک نوع مقاومت بکنن. در درون خودشون هم تناقض هست، بخشی از اونها میخوان بپیوندن، بخشی از اونها به اصطلاح هنوز قانع نشدن و به نظرم نمیرسه قانع بشن. بنابراین ما باید این تشخیص رو بدیم، برای اینکه بخوایم به این اردوگاه جهانی بپیوندیم آیا حاضریم که این سیستم رو و این مناسبات رو در تمام عرصه‌ها بپذیریم یا نه. این چه چیزی است که ما باید بپذیریم تا ملحق بشیم به این اردوگاه جهانی، به این جهان به هم پیوسته؟ این اسطوره ها کدومند؟ این اسطوره ها امروز در همون قالب سیستم جهانی به وجود اومده، شکل گرفته. دموکراسی است، سکولاریسم است، دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشون هست، صرف نظر از اینکه چه مذهبی دارن، چه فرهنگی دارن، چه زبانی دارن. صرف نظر از تمام اینها، اونها این ابرگفتمان رو به قول رامین فرهام عزیز پذیرفتن توسط حکومت‌های خودشون و موفق شدن با همه ضعف‌ها و نقاط ضعف و نقاط قوت خودشون رو اداره بکنن، خودشون رو به اصطلاح در دنیای امروز تثبیت بکنن و به زندگی خودشون ادامه بدن. بنابراین من فکر میکنم اون چی که در طی این تمام این سالها جامعه سیاسی ایران و روشنفکران ایران سعی کردن که با ابرگفتمانهای گوناگون در دورهای گوناگون، ادهی در یه روزی ما هم فکر میکردیم که اگر ما همه بپذیریم که سرنگونی رژیم رو باش موافقیم، بنابراین ما دیگه به همه به اصطلاح به اون گفتمان بزرگ، به اون ابرگفتمان دست پیدا کردیم. بعدا متوجه شدیم که نه، این کافی نیست. یک روزی متوجه شدیم که انتخابات آزاد یا یک رفراندوم میتواند اون ابرگفتمان را شکل بده و همه ما رو به هم پیوند بده. امروز جامعه ایران، مردمان ایران و جریانات سیاسی پیشرفته و مدرن صرف نظر از اینکه صاحب چه ایدئولوژی هایی باشند به این گفتمان نزدیک شدن که با پذیرش سکولاریسم و دموکراسی ما میتونیم در کنار هم قرار بگیریم و بعد میتونیم در زیر این چتر بزرگ، یک چتر جهانی است و تمام دنیا زیر این چتر داره امروز زندگی خودش رو، حیات خودش رو ادامه بده، با مانند سایر مردم دنیا در کنار هم کشورمون رو اداره بکنیم و هر کدام ما در این حال این حق رو داشته باشیم برای اداره کشورمون برنامه های مجزای خودمون رو هم ارائه بدیم. عرضی ندارم، تشکر میکنم. کاملا مشهوده. پرسش من اینه که آیا ما باید دنبال یک راه حل ویژه برای ایران باشیم یا اینکه نه، میتونیم همون راهی رو بریم که پاره از ملت‌ها رفتند و به نتیجه نسبی رسیدن، اما دنبال یک راه حل آرمانی باید باشیم یا یک راه حل متعارف؟ آقای دکتر رامین فرهام، ما سراپا گوشیم. با تشکر. کار خیلی سختیه که این بحث رو آدم بخواد جلو ببره، بخاطر اینکه وقت کمه و برش تجاری سرمایه داری میاد اون وسط چیز خودشون برد. کار خیلی سختیه، ولی بذارید سعی میکنم سریع چیز بدم. ببینید منظور از برین، اولا بگم که من با صحبت هایی که در ماه های اخیر جواد طباطبایی محترم در ایران کرده کاملا موافقم. اسمای جان، جواد طباطبایی درست میگه. جواد طباطبایی یه چیز دیگه هم در شاید در همون مطلب یا چیز در کنار او گفت و اون هم درست بود، گفت نقش ما در ایران این نیست که تا در مثلا در فلان دانشگاه غربی یا فلان مرکز غربی گفتن دال، ما پشت سرش بگیم دموکراسی. ببینید کشور ما کشوری است که بخشی از مردمانش در منطقه کرمان دارن یونجه میخورن. کشور ما کشوری است که تعداد دقیق معتادانشون رو نمیدونیم، ولی میدونیم که فرقه شیعه با آوردن میتولوژی شیعه
در ایران که ایران رو تبدیل کرده به بزرگترین مرکز تولید، توزیع و مصرف تریاک و هروئین در دنیا. کشور ما سیستم بانکیش ورشکسته است و و و و و من وقتی که میگم میتولوژی، من نمیگم، اساتید بزرگ میگم، مثل همین استاد دانشگاه عبری که هفته پیش ازش اسپردم، یووال هراری. اینا مسائل شناخته شده است. بعضیا میگن متافیزیک، بعضیا میگن میتولوژی، بعضیا میگن فیکشن، حتی بعضیا میگن چیز. یعنی اینها منظور است این است که این مفاهیم متأثر از تخیل انسانه، از ایمجیناسیون انسانه. قوه جاذبه نیست. قوه جاذبه چه من و شما بهش باور داشته باشیم چه نداشته باشیم، گراویتیشنال فورس وجود داره، چه باور من و شما باشه، چه نیوتن باشه، چه نباشه. ولی مسئله شهروند، سکولاریسم، دموکراسی، مراجعه به آرا، حقوق طبیعی سلب ناشدنی فلان، اینا در طبیعت وجود نداره. اینا نتیجه متأثر ترشح شده تخیل انسانه. حالا شما بهش بگید فیکشن، میتولوژی و و و همه این حرفا درست ها، همه این کلمات هم به چیزه. یعنی در منظور این است که اینها در طبیعت وجود نداره. اون چی چیزیست؟ اون چه فیکشن؟ اون چه روایت؟ اون چه تو همه این کلمات درسته؟ اون چه روایت تاریخیست؟ اون چه اسطوره شناسیست؟ اون چه چیزیست؟ ابرگفتمانیست که میتونه اون دهقان ایرانی رو که داره یونجه میخوره، اون افسر ایرانی رو در ارتش ایران که میدونه در مرزها چه خبره و میدونه ما داریم از لحاظ امنیت کشور و حفظ امنیت کشور به کدوم طرف میریم، اون افسر بدنه سپاه پاسداران که میدونه، اون افسر دستگاه اطلاعاتی کشور چندین تام داره که میدونه واس چه خبره، اون ایرانی که میدونه صدبندی که عثمانی داره در ترکیه میکنه میان رودان رو خشک خواهد کرد، بخشهای قابل توجهی از غرب ایران از بین خواهد رفت، خالی از سکنه خواهد شد، اون روایت تاریخی که بتونه تفاهم و همکاری ملی 80 میلیون ایرانی رو فراهم بکنه، ممکن بسازه برای عبور از همه این بحران‌ها، شما میگید سکولار دموکراسی است. من میگم نیست. من هیچ مشکلی با سکولار دموکراسی ندارم. منظور من این نیست که مردم بیاید زرتشت رو پرستش بکنید و فلان. مردم هر چیزی میخوان چیز بکنن. ما که از دنیای اسلام عملا بیرون رفتیم، مساجد ما عملا خالی است، مردم هم هر بار پرستش ما. شما به عنوان یک نیروی سیاسی، به عنوان یک نیروی سیاسی، سیاست هر جا همینجوری بوده. علی شریعتی اینو فهمیده بود. علی شریعتی موقعی که نهضت آزادی فرستادش بیرون که میاد نظریه پردازی اون چیزی رو که بعدن انقلاب اسلامی باشه، در محله هفتم پاریس، ششم پاریس، هفتم پاریس، دوستان انقلابی خودشون میده، اونا مارکسیست بودن. شریعتی بهشون میگه آقا این حرفایی که شما میزنید، مارکس طبقه جامعه بی طبقه فلان اینا، من منو برم به کشاورز دهقان ایرانی میگم نمیفهمه، ولی من بهش میگم علی حسین جامعه توحیدی میفهمه. علی شریعتی اهمیت میتولوژی رو فهمیده بود. علی شریعتی اهمیت ابرگفتمان، اهمیت دیسکورس در سیاستی که بخواد قدرت رو بگیره فهمیده بود. من دارم سوال من از شما این است که اگر شما میگید با سکولار دموکراسی و گفتمان و واژ و همین واژه ها میشه ماهیگیر کرانه مهران و معلم سنندج و معدنچی مازندران و معلم تهران و راننده شرکت واحد رو حول دو واژه سکولار دموکراسی که واژه ایرانی هم اصلا نیست واداش به یک همکاری ملی، من میگم من پراگماتیکم، شما نظریه پرداز، شما خیال بافید. اسماعیل جان چیز نشه، سوء تفاهم نشه، من آدم بسیار پراگماتیکم. دو سه تا دوستم بیشتر در این زمینه ندارم که اینقدر پراگماتیکن که بعضی وقتا ترسناک هستن پراگماتیزمشون. من آدم بسیار سردیم، سرد و پراگماتیک. اون چیز اتفاقا جواد طباطبایی درست میگه، اون روایتی که بتونه دهقان ایرانی، معلم ایرانی، ارتش ایران، بدنه سپاه، بدنه دستگاه های اطلاعاتی و چیز و و و و را گره هم بیاره، ایران رو نجات بده، دوران گذار رو مدیریت بکنه و شرایطی از لحاظ رسانه، چارچوب حقوقی و قضایی، چارچوب آزادی های اجتماعی و غیره، تولید معیشت و اقتصاد با حل بحران های منطقه‌ای و جهانی به وجود بره که شما بتونید درش حزب
سکولار دموکراتیک ایران فردا رو درست بکنید، اون روایتی که بتونه این همکاری گسترده رو به وجود بیاره، اون روایت روایت ایران شهری است. جواد طباطبایی درست میگه، این خیال پردازی نیست. ما میگوییم باید از کشورمون صحبت کنیم. سیاست یعنی هنر دیسکورس، از سیسرون رومی بگیرید تا به امروز. سیاست یعنی دیسکورس. اینو خمینی فهمیده بود، منتها اون موقع جامعه ایران جامعه مذهبی بود، جامعه بود که آقا تمام ملتش تو روشن فکرش میره پشت آخوند وایمیسه نماز میخوند، نماز راهپیمایی معروف عید فطر، جامعه جامعه مذهبی بود. ولی خمینی فهمیده بود که آقا سیاست یعنی دیسکورس، سیاست یعنی اون چیزی که شما به مخاطب خودت میگی. شما فرض کنید فردا در ایرانی، شما چی میخواید به 80 میلیون ایرانی بگید که 80 میلیون ایرانی برای اسماعیل نوری هوا هورا بکشن، بگن زنده باد اسماعیل نوری هوا؟ میخواید بهشون بگید سکولار دموکراسی؟ اصلا 20 میلیون 30 میلیون نمیفهمن شما چی دارید میگید. من میگم بهشون میگم ایران، ایران رو باید نجات داد، به 80 میلیون ایرانی حتما هورا خواهند کشید. تشکر میکنم. شنیدم یا نه، متاسفانه وقت ما تمام شد. بحث تصدیل به نقطه خیلی مهم، نقطه عطفش بماند برای برنامه آینده. آقای نوریالا یک دقیقه، شما یک دقیقه بیشتر متاسفانه وقت نداریم، بعد باید برنامه رو واگذار کنیم. من فکر کنم که خب این یه بحث اساسیه که با یک دقیقه و دو دقیقه و اینجوری حل نخواهد شد. من فکر میکنم آخر سر تمام حرفهایی که رامی زد این بودش که اون اول نمیدونم گفتمان ایرانه. خب ما که از روز اول راجع به ایران صحبت کردیم، ما جز ایران مسئله و دردی نداریم. برای این ایران مریض عرض کنم که در حال نزد دنبال نسخه پیچی هستیم، ما که نیومدیم که بگیم که شما حتما باید سکولار دموکراسی رو بفهمید تا اینکه اون دهقان نمیدونم فلان با اون یکی بست بشه. ما نسخه رو میدیم سکولار دموکراسی، اصلا هم سکولار دموکراسی این دیسکورس اونجوری نیستش که بخواد مردم رو به راه بیاره. ما میگیم که فهرست میکنیم مشکلات ایران رو، در مقابلش دردها رو میخوایم درمان بکنیم، دردها این گونه درمان میشه. من فکر میکنم که در کل قضیه آقای پرهام یک قدم هم بحث ما رو پیش نبرد، ولی من با کمال میل در هفته‌های آینده در این زمینه در خدمت شما خواهم بودش. ما همه به ایران میاندیشیم و ایران رو بالاتر از همه خودمون میدونیم. آقای اعتمادی طلبتون باشه هفته آینده. تشکر میکنم. تشکر از حضور دوستان عزیز.